به نام خدا. با سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و هنردوستان محترم، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه های آموزش گل بلندر در خدمت شما هستم. آموزش این برنامه اختصاص داره به گل پامچال که من وسایل مورد نیازش رو برای شما معرفی میکنم. سیم سبز شماره 7، نوار کاترین سبز، قالب برگ، سیمچین، قیچی، رنگ صورتی پررنگ، رنگ سبز، نخ، پرچم صورتی ریز، ابر برای رنگ کردن کاروتون، چسب حرارتی، اتوی منزلتون، یک عدد شیشه برای اینکه زیر دستتون قرار بدیم، فوم نباتی و فوم سبز. حالا من الگوهای کار رو بهتون معرفی میکنم. گلبرگ روی فوم نباتی برای هر گل 5 عدد، روی هم رفته 15 عدد. برگ روی فوم سبز برای هر گل 2 عدد، روی هم رفته 8 عدد. من قبلا کار رو برای شما کشیدم، با قیچی براتون در میارم. فقط دقت داشته باشید که کارو کاملا از داخل در بیارید و دستتون نباید اصلا بلرزه. به این حالت حالا میریم بر رنگ کردن کارمون. از رنگ صورتی برای گلبرگمون استفاده میکنیم، صورتی پررنگ. طریقه رنگ کردن به این صورته که ابرمونو روی رنگ میزنیم و چند بار روی شیشه میکوبیم و خیلی آروم روی کارمون میکشیم. ببینید به حالت سایه روشن باید بشه. پشت کارمونم باز همینطور. به این صورت لبه کارم رنگ میکنیم، گلبرگمون الان آماده شده. حالا میریم برای اوتو کردن گلبرگمون و خط انداختن برگمون. من اوتو میارم نزدیکتر. اوتو کردن گلبرگمون خیلی راحته. به این صورت که گلبرگمون روی اوتو میذاریم، کاملا که داغ شد به این دوتا انگشتمون لیورش میکنیم به همین صورت. حالا برگمون رو با قالب خط میندازیم، برگمون رو میذاریم. بعد از اینکه کاملا داغ شد به صورت برعکس روی قالب میذاریم. برگمونم خط افتاد. من یک بار دیگه اینو به صورت برعکس رو یک بار دیگه برای شما توضیح میدم. ببینید من اینو که گذاشتم به صورت برعکس میارم روی کار که لبه های کار برگرده سمت پشت کار، به این حالت که الان میبینید. حالا میریم برای رنگ کردن برگمون که خط انداختیم با رنگ سبز برگمون رو رنگ میکنیم. ابرمون رو آغشته به رنگ میکنیم و روی برگ به صورت کاملا منظم میکشیم، به همین سادگی. رنگ برگمونم تموم شد. حالا سیم برگمونم میزنیم. سیم زدن کارم من قبلا براتون گفتم به این حالته که البته کارهای کوچیکتر به صورت نیم سانت بالاتر از برگ و 5 سانت باز پایین تر از پایین برگ اندازه میکنیم و با چسب حرارتی
میچسب. و سریع پاکش میکنیم چسبو قبل از اینکه خشک بشه تا پشت کارمون تمیز بشه به این حالت. خب عزیزا حالا میریم برای مونتاژ گلبرگامون که گلامونو مونتاژ کنیم. من از قبل کارا رو برای شما آماده کردم به خاطر کم بوده وقت. پرچم داشتیم، به اندازه 7-8 تا پرچم رو تا میکنیم. دیگه ساقه احتیاج نداره، ما از سیم استفاده میکنیم. سه تا گل داریم، سیم رو تا میکنیم. پرچم رو با نخ روی سیم وصل میکنیم. برای هر گل ما 5 عدد گلبرگ نیاز داریم که همه رو به ترتیب دوره پرچممون میپیچیم. به این صورت من گلای دیگرم آماده میکنم. پرچم رو با نخ درسته میپیچیم دقیقا مثل گل قبلی. 5 تا گل برگم به ترتیب دور کار میبندیم. اینم یکی دیگر گلامون، گل آخری. دقیقا مثل دوتا گل قبلی. به ترتیب همه رو میپیچیم. حالا با نوار کاترین
روی کثیفی های کارمون رو میپوشونیم. طریقه بیشتر نوار کاترینم قبلا بهتون گفتم. از پایین میریم به سمت بالا و دوباره برمیگردیم به سمت پایین. دوباره کاترین اینو میپیچم. و مال اینو. خب عزیزان، برگا رو من از قبل آماده کردم. برگامونم به این اضافه میکنیم به این کار با نوار کاترین. به این صورت دوتا برگ گلمو میپیچیم. تعداد برگا تقریبا سلیقه‌ایه. دوست داشته باشید کارتون رو پر برگ میکنید، دوست نداشته باشید کمتر استفاده میکنید از برگ. حالت اینا رو بهش میدیم. خود گلامون هم خم و راست میکنیم. دو تا برگ دیگه باقی مونده. ما اینو باید روی استیم بزرگتر مونتاژ کنیم. یه سیم حدوداً 30-40 سانت میبریم تاش میکنیم. میپیچیم به هم دیگه تا محکم بشه. فش میکنیم. یک گلو اول دوتا گل بعدی یک کمی پایین تر از گل اولی. دو تا برگ داشتیم. دو تا برگ دیگه همونو پایین کار وصل میکنیم. پایین کارمونم تا میکنیم. ببینید تا میکنیم و تا پایین نوار کاتره میپیچیم. این تار برای این کردیم که ضخامتش تقریبا با بالای ساقه یکی بشه. حالا حالت میدیم. گل ما حالا آماده شده. من این گل رو داخل گلدون میذارم. جزء کارهای تزیینی میشه ازش استفاده کنیم. امیدوارم که از این گلم خوشتون اومده باشه. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان و هنر دوستان را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.